خب پس ما برای اخلاق زیستن باید شروع کنیم به گرایش های دیگر گزینانه رو در خودمون تقویت کردن. هر چی من دیگر گزین تر میشم در گرانج غیر لازم از ناحیه من به دیگران کمتر میرسم. درسته؟ پس باید من تمرین و ممارست ایثارگری بکنم. ایثارگری این دیگر گزین. درسته؟ برای اینکه در این ایثارگری موفق باشم باید محور عالم رو خودم ندونم. محور عالم رو هر چیز دیگه بدونم من از به ایثارگری رسیدم. و اینجاست که شمس تبریزی در مقالاتش جمله‌ای گفته که من به نظرم میاد یکی از عمیق‌ترین جمله‌هایی است که در طول تاریخ فرهنگی بشری به زبان کسی اومده. میگه اگر معشوق یافتی که یافتی، و اگر نیافتی چوبی رو بتراش و معشوق خودت بکن. دیگه زندگیت به سامان. فقط باید معشوق پیدا کن. اگه معشوق نیافتی یه چوب رو بتراش معشوقش بکن، چون محور عالم دیگه از تو منتقل میشه به اون. و تمام مشکل اینه که محور عالم باید از من به یک کس دیگه منتقل بشه، انتقال پیدا کن. توجه میکنی؟ و این مورد برمیگرده به سخن بودا که میگفت بت بتراشید. هر که بت میتراشد این اخلاقی زندگی میکنه، منتها نه به معنای بت تراشی، معنی شرکش نگیری، به این معنا که تو یه چیزی رو باید بپرستی که از خودت بیرونت بندازه. تو محور عالم وجود توه و خودت قطب دایره امکانی، تو نمیتونی اخلاقی زندگی بکنی. حالا امروز یه چیزی باید بیفزاییم بر این سخن، ولی حالا من فعلا سخن بودا رو دارم نقل میکنم. میگو بت تراش باشی تو اخلاقی زندگی کن. اگه بتی تراشیدی وجود محور عالم از تو منتقل میشه به اون بت، و این اول آغاز به سامانی کار توه. بنات میکنی؟